حالا توفیقی تحقیق سیاسی و پزشک از پاریس همراه ما هستند جناب توفیقی گزارش خراسان چه نمایی از وضعیت زیر ساخت های درمانی کشور میده وقتی وضعیت بیمارستان های پایتخت چنینه؟ بله یک نمای یک دورنمای در واقع نگران کننده هستش به خاطر اینکه خب بیمارستان ها که همونطور که شما گفتین جزو زیر های اصلی هر کشوری هستن باید از حداقل استانداردهایی برخوردار باشن که در موقع هم در شرایط عادی بتونن خدمات خودشون رو به نحو احسن انجام بدن و هم در شرایط بحران بتونن در واقع از پس اتفاقات مثل زلزله سیل یا موارد اینچنینی که به وجود میاد بر بیان وقتی که این وضعیت فرسودگی بیمارستان که حدود 70 درصد بیمارستانهای کشور دچار فرسودگی هستند یعنی بالای 25 سال از عمر اونها گذشته که نیاز به باسازی و در سطح سازه و همینطور 60 درصد تجهیزات پزشکی کشور دچار فرسودگی هستش که باید همه اینها تعویض بشه تا بشه اون حداقل استانداردها فراهم در واقع بشه برای مردم تا مسئله اینجاست که ببینید برای اینکه این شرایط نرمال ایجاد بشه خب به بودجه های توسعه میشه گفت که در واقع نگهشی نیاز هستش در حال حاضر بودجه عمرانی وزارت بهداشت چیزی حدود 1400 میلیارد تومنه که اگه فقط بخوایم اون رو با مثلا اون بحث فساد در چایی دبش مقایسه بکنیم که 140 هزار میلیارد تومن بود یعنی فقط این رقم فساد هزار برابر بودجه عمرانی بیمارستان ها هستش که همه اونها اکثرا نیاز به تحول دارن که خب البته در کشور ما مسئله توسعه نادیده گرفته شده در سال 2000 22 بر اساس داده های کتاب ای 1401 که توسط رسادخانه توسعه منتشر میشه هر سال کشور ما 12 رتبه در زمینه توسعه تنزل داشته در حالی که کشورهای منطقه مثل مثلا عراق مثل قرقیزستان و یا عربستان بین 7 تا 12 رتبه صعود کردن تا زمانی که نگاه توسعی جایگزین این نگاه امنیتی و میشه گفت بیرانگری که این وضعیت فری رو وجود آورده نشه ما نمیتونیم امیدوار باشیم که دورنمای بهتری در زمینه زیر ساخته از جمله بیمارستان ها شاهدش باشیم سپاس از شما آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از فرانسه